واکنش ناهید فرید، عضو مجلس نمایندگان در پیوند به زورگویی های کمال ناصر اصولی. ناهید فرید در صفحه فیسبوکشونی نگاشته است: به این منطق چه باید گفت؟ تنش فعلی در مجلس نمایندگان در حقیقت بین دو شخص نه، بلکه بین طرفداران حاکمیت قانون و سبوتاژ کنندگان یک رأی‌گیری عادی در گرفته است. اما چون بحث در مورد ریاست مجلس است، موضوع آشه‌های فراوان پیدا کرده است. در انتخابات ریاست مجلس در روز پنجشنبه گذشته 224 رای استعمال شد که اکثریت 50 جمعیت آن 123 رای می باشد. در نتیجه انتخابات آقای کمال ناصر اصولی 55 رای و آقای میررحمان رحمان 124 رای را کسب نمودند. بقیه آرا سفید و باطل بودند. با وجود که یک رای آقای رحمانی به دلیل نشانی شدن باطل اعلان کردند، اما باز هم ایشان با 123 رای نصاب کافی را به دست آورده و برنده انتخابات ریاست مجلس اعلان شد. اما طرف مقابلش ادعا کرد که 227 نفر حاضری را امضا کردند و مبنای نصاب باید همان امضاها باشد. طبق دیدگاه آنان 124 رای برنده خواهد بود و اینکه 3 نفر به شمول آقای بشردوست به دلیل نامعلوم از رای خود استفاده نکردند دلیل عدم حضورشان نیست. قانونا ادامه تنش‌ها این را می‌طلبد که نگاه اجمالی به اصول وظایف داخلی انداخته و آنگاه قضاوت نماییم. ماده 71 اصول وظایف داخلی صراحت دارد که چون مطابق احکام قانون اساسی تصویب یک موضوع ایجاب اکثریت حاضر را می‌نماید. تثبیت اکثریت حاضر بر روایت اوراق رایدهی که استعمال شده صورت میگیرد. بنابراین اگر مبنای تعداد آرای داخل صندوق باشد، آقای میررحمان رحمانی اکثریت آرا را کسب نموده و برنده انتخابات است. بر علاوه از نگاه حقوقی، اگر کسی علاقه به استعمال رای خود نداشته و یا به هر دلیل دیگر ورقه رای خود را داخل صندوق نیندازد، در تصمیم سهمی نداشته و حاضر محسوب نمی شود. منطقا این که یک طرف تقابل با 55 رای ادعای ریاست مجلس را داشته باشد و به برنده انتخابات مجلس اجازه ریاست را ندهد و مجلس را برای روزها به گروگان بگیرد، دست به خشونت بزند، دست به تخریب اموال بیت المال بزند و حتی به نیروهای امنیتی نیز حمله نموده و آنها را لتکوب کند، یک زورگویی آشکار به حساب می آید، مخصوصا زمانی که صراحت قانونی در مورد موضوع وجود دارد و جای سوال باقی نماند. حالا به نظر شما به این منطق چی باید گفت؟ تشکر از توجهتان. ایام به کامتان.